میرویس عزیزی رئیس و مالک مجموعه شرکت های عزیزی است. در افغانستان بزرگترین مجموعه بانکی متعلق به این شرکت است. شرکت عزیزی در صنعت ساخت و ساز در امارات متحده عربی از جمله های بزرگ است و ارزش های آن سر به میلیاردها دلار میزند. میرویس عزیزی را ثروتمندترین فرد افغانستان می‌شناسند. ولی چرا عده زیادی از مردم در افغانستان از ها از جمله های عزیزی شکایت دارند؟ اوضاع بانکداری در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان چگونه است؟ او در عرصه ساخت و ساز و تجارت به دنبال چیست؟ در گفتگوی ویژه با میرویس عزیزی اول از او پرسیدم که اصلا با چه سرمایه‌ای وارد دنیای تجارت شده؟ آغاز سرمایه ما از 500 دلار شروع شده ما در یک فامیل روشن فکر تولد شدیم و آزای خانواده ما هیچ کس تاجر نبود. و به اساس جبر تاریخ ما برخواستیم که اصلا هدفی بود که ما بتانیم ما و فامیل خود نجات بتیم و همو بود که همو آغاز ام تجارت ما از اون مو شروع شد که در سال 19 89 بود و با 500 دلار ما شروع کردیم درست. شما کار تکستایل یا کار منسوجات کار رخت، پارچه شروع کردید در ازبکستان درسته؟ بله چطور شد که اونجا خیلی موفق شدید؟ شما تا جایی که من میدونم از افغانستان جنس خریدید و این رو بردید و در ازبکستان فروختید بله ای تو بود که وقتی ما تا سال نوزده اشتادونو ای را که شاید دو سال بعد یا سه سال بعد یا یک سال بعد ای تو شاید که در افغانستان به یک جنگ, دا جنگ داخلی در دا افغانستان بوجود بیه با اساس از این ما تصمیم گرفتیم که اما بتانیم در یک جای ما خود برسانیم که و فامیل خود ما انتقال بودیم و از جنگ اینا را نجال بودیم اصلا هدف از زمین شروع میشم و هدف چی و ما 500 دلار داشتیم و هم پیسی افغانی که ما تودله کردیم در سرای شازده و کلی دلار دالر شده و آمدیم در خانه از ما دو هم شری بزرگتر بزر ما بودن که اونا روسی کرده بودن اونا رو گفتیم شما چقدر پیسه دارین یکی از او گفت که ما دو لک افغانی داریم و دیگه گفت که ما دو نیم لک افغانی داریم ما گفتیم پیسای تانا هم بیاریم با وقتی که اونا پیسای خدا برد اونا هم یک سی ست دالر شده در دا مجموع تقریبا در حدود یه اش ست, ست دالر شد رفتم در سرای ازارگل که چی است که پستا بخریم در اونجا تصادف روبرو شدیم به امراه یک نفر بنامه آجی صف خیرودین او سه چار دکان داشت وقتی که او فهمید که ما پسر امسنفی از او هستیم از ما بسیار استقبال کرد دوست پدرتون دوست پدرم بود که البته بود در مکتب به امراشان تا صرف سی و یک جای در مکتب بود و بازی مکتب علاقه کرد و بازی دکانداری را شروع کرد بود باز اونا با ما تقریبا دو دود سه چار هزار دالر مال هم میتو دا داد گفت خیر است سودا کنم و افتخار میکنم که بچه یک دوست ما تجارت شروع کرد و ما در مجموع نمی پیسه که تقریبا 4 هزار دلار شده و جنس گرفتیم رفتیم در اوزبکستان و بعد از یک هفته ای رو اونجا فروختیم این تقریبا دودی به حدود هزار تا 20 هزار دلار شده ما در اون هفته اول همی پیسه آجی صاحب خیردین روان کردیم و همون پیسه های همشیرهای ما که بود رو دو دو چند سه چند با همشیرهای خود مسترد کردیم و نمو آغاز از این بود که ما تقریبا چشمای ما کم کم به تجارت آ، آ، چشدیم و باز یک دوست داشتم که او از اهل خنود بودک او البته بسیار زیاد مرا تشویق کرد و از این سکای افغانستان بود او مرا تشویق زیاد کرد دیرا و بسیار هم کاری کردک. و یک اعتبار زیاده دمو کمونیتی اهلی هنود و افغان ما پیدا کردیم که بازو با تانستیم به اون اساس اعتبار و اعتماد در شش ماه اول ما تقریبا یک میلیون دلار اومد اونجا پیدا کرد یک وقت شد که ما هم یک میلیون دلار که پیدا کردیم به دوست خود گفتیم که بیا که حال بریم جرمنی و اونجا بتوانیم که هم یک تجارت کنیم و هم این فامیلا را دو وقت ما فامیلا را کشته بودیم در ازباکستان ما گفتیم که این فامیلا را انتقال بتیم به جرمانی همین دوست ما گفت که رئیس هم توی تو که یک پنج شش میلیون دلار که پیدا کردی بعد از او بیا باز میرم به ما گفتیم خود سیست ما چون زمین زمان حکومت گرباچوف بود و یک دیفیسیت بزرگ در تمام شوروی به وجود آمد به هر چیز یک لاین استاد بود در هر مغازه در هر چیز و بالای هر چیزی که هر قیمت را می مردم از مجبوری تو رو می خریدن خب ما توانستیم در بزنس تکستایل در شش ماه آخر تقریبا دو دو میلیون دلار، پنج میلیون دلار دیگه پیدا کنیم که جمع 6 میلیون دلار شد این دوست ما گفت که بیا که بریم آلی آلمان موضوعی نه ما تجارت یاد گرفتیم مالوان نمیریم تا جایی که من میدونم وارد تجارت لاستیک ماشین یا تایر ماشین تایر بست بله تا. چطور شد که سر از اون تجارت در در یک روز در یک شب در یک شب ما تقریبا همه همی شش میلیون دلار از دست دادیم او در تلویزیون روسیه اعلان شد که روبل از 500 از 500 روبل که معادل یک دلار بود او را تغییر داد به 5000 روبل از 500 روبل به 5000 روبل و در یک شب تا صبح که شد به بانک روسیه که بود کلاب شد ورشکست شد. 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 شد و در این وقتی بود که ما تقریبا یک 20 نفر پرسونل داشتیم ما دو دفتر داشتیم یک دفتر در دا اوزبکستان داشتیم و یک دفتر هم در دا مسکو داشتیم ما در می در روز در مسکو بودیم ما در مسکو بودیم که از اعلان خبر شدیم با محاسبه که ما کدیم ام ما امید به می تفاوت دلار ما همو شش میلون دالر را از دست دادیم ولی داخل گودامای ما در دا داخل گودامای ما بسیار زیاد مال بود که او از متعلق به مر... یک کس بود اما شب ما تقریبا هیچ استراد نکردیم صبح از او تقریبا نیت شد که ما تنها در اتاق ششتیم و در فکر استیم که خو مثل که یک مصاحبه یا نگوششن به امراه شیطان آدم میکنه شیطان میگه که خو علی خوامی پیسیت رفته که آلی می مال بفروش و از اینجا هم فرار کو ما میگم که اگر فرار کنیم در تمام امور در هر جای از پلیس و از هر کس شاید بترسیم و یا ای که فرزن اگه این کار را کنیم خو اما شاید یک کس دیگه پیدا شد که امور ما از پیش ما دیگه کس بگیره و سیومی بشید است که ما همی تاریخ خود که بیاد می آوردیم که یک سال پیش هم خود ما تاجر نبودیم یک سال پیش هم یک قابنان یا کچالو یا گوشت یا شروع یا برنج یک چیز می رسید اما چیز آلی هم می رسد دیگه چی آجد به ای که به اگرای غلط تا آدم بره؟ وقتی که می تصمیم گرفتیم ما بسیار زیاد خود راحت احساس کردیم بسیار آرام در دفتر که رفتیم بعد از یک ساعت دمی شده بودیم که یک کس به ما تلفن کرد که ما فلانی آدم هستیم امی نام خود گفت که ما تو یک ماه قبل که بیس روز پیش که در عروسی رحیم جان دیده بودیم ما میخوایم که پیش تو بیم ما گفتیم میروانی؟ یعنی یک روسی که شما با هم دیگه در یک مراسم عروسی آشنا شده بودید که شما رو ببینید وقتی که روس اومد در اونجا پیش ما ششتم ای با ما گفت که ما خودم میخوایم برای معرفی کنیم ما یک رئیس فابریکه بزرگ تایر هستیم و ما سابقی تو بود که در زمان سیستم کمونیستی با ما یک پلان میدادن که اینقدر حل تایر روان کنیم به چکو سلواکی ها اینقدر حل روان کنیم پولند اینقدر به بایجان، اینقدر به تاشکند و اینقدر به این کشور آلی اون پروگرام از بین رفته آلی میگه که شما خودتان خریدار پیدا کنید که وی تیر سرشان بفروشیم و ما نمی کی که چی قسمی بفروشیم و بالاخره ما ایتو هست که 15 روز گنجایش ظرفیت نگاه داشتن امی رو داریم در دا غیر از او گودام بعد از 15 روز بسته میشن و اما در فابریکه من تقریبا 45 زار نفر کار میکنه و ای اگر بیکار شا در اینجا دولت هم با ما برخورد شدید میکنه یعنی تا 15 روز مجبور بود که جنس ها رو بفروشه آه. و اگر نمیفروخت کار کارخونه متوقف, متوقف. میشه گفت اگر کمک کنیم به ما همین تهران ما رو بفروشین ما گفتم ما یک کم زر بلده داشتیم با تایرهای 900 و 1100 و 1000 و 1200 یعنی به می نمبرها یاد می شده این قیمت هایی را که با ما گفتیم ما فهمیدیم که قیمت ها یک اندازه ارزان است خب ما برای زی گفتم که یک ده دلار دگاه همی قیمت های زی را ارزان کنیم این گفت صحیح است در ظرف 45 دقیقه ما به این تاجر زنگ زنیم به او به این به او امید مجموع 100 میلیون دلار تایر ما فروختیم از این 100 میلیون دلار تایر که ما فروختیم ما در حدود 16 میلیون دلار فایده کردیم وقتی که ما 16 میلیون دلار فایده کردیم حقیقتش ما رفتیم ده خانه فامیل ما در بود ما در خانه تنها زندگی میکردیم اول خور رفتیم یک وزو کردیم یک نماز خوند سر نماز شاشم و همیتو بی امی گیریه مسار کرد که ای امتحان خداوندی را که یک سال ما کوشش کردیم زمان کشیم شش میلیون دلار ما پیدا کردیم و در یک ثانیه در یک شب همه از پیشم گرفته شد و ای که فردای زو هم امتحان خداوندی بود که ما ما برای غلط نرفتیم و دیگر روز از دو در و دقیقه وقتی که ما دیگه تاک شستیم و چای کافی رو با امروزمی روس ما خورده رویسی ما تانو تلفن به چند جای ما تلفن کردیم و ما در ظرف چل دقیقه نشان زمیلون دنیم برابر سرمایه خود پس پیدا کردیم. به فعالیت های شما در دوبه می رسیم. شما اینجا یک شرکت بسیار موفق خانه سازی دارید که بسیار پروژه های بزرگی رو در دست داره ولی شما بزرگترین بانک خصوصی افغانستان رو هم دارید چطور به فکر بانکداری در افغانستان افتادید؟ اگرچه دو بانک شخصی در اونجا راجستر شده بود کار خود آغاز کرده بود و ما به می تصمیم رسیدیم که نمی دو بانک که در اینجا راجستر شده و کار به ای کفایت نمیکنه به این مارکت بلاخره امو بود که امی مفکوره برای ما پیدا شد در سال 2005 که ما باید بانک تاسیس کنیم سقوط نظام یعنی فروپاشی جمهوری با اومدن طالبان چقدر به بانکداری ضربه زد؟ ببینید که اگر این تحولات و تغی... مشکلات در یک کشور می یا انقلاب ها یا فرضا بدون انقلاب تا یک جزی به سر یک بانک در یک کشور پیدا میشه لاین استاد میشه وقتی که لاین استاد شد لاین مردم استاد شد در اینجا بانک مرکزی دفتا پول کش ترزیق میکنه با او بانک یعنی بانک مرکزی پول میده به با بانک بانک خصوصی پول ترزیق میکنه که مشتری های تا پول بته ولی وقتی که قرض که تو دادی وقتی که قرض جمع شد بعد از او, او قرض ها را پول بانک مرکزی را پس خلاص کن اگر شما متوجہ شته وشن د سال 2008 ووخته کې گلوبل کرایسس یعنی بزرگترین امي کرایسس د نړۍ اومه ده د جرمن د انګلیش د فرانسې د اروپا د امریکا په تریلون تریلون ډالره یې نو د بانکای خو د انجه ک بدن درست چې بانکای یې ورشکست نشه د افغانستان بیچاره یی قسم مشکل بود کې او تمام امي سرمای بانک مرکزیم ته ودوډیاشت 9 میلیار ډالره یاو نو میلیار ڈالر هم امریکا قید کړ. بانک مرکزی و خالی. یعنی بانک مرکزی په با دستي خالی کې دستي خالی نه خالی بود کې هیڅ چیز نداشت. نه درښ نه 달ر نه افغاني. وایي نه امي خوري بانک مرکزی هیڅ نه وکومک به با بانکای خصوصي کړی نه میتونهس کې برایي پول وته کې بیا در توم چیته مشترياته ج... جواب جواب ته از زمونه کې امين نظام تغیر کړ ما خودم یک روز رفتیم به افغانستان و ما یک شو کردیم و فردای زو پاس آمدیم ولی خوبی از این بود که انمی بانک مرکزی یک سیستم را جور کرد که بتانه امی بانک ها یا قرضای خود جمع کنم یا که امی سهمدارای زینا دست بکار شوه یک تایم برای خ... گرفته شوه که بتانه مشتری های خود خلاص کنه دیگر امید. یک لمته یک, یک محدودیت پیسہ کی چیزا ده یک چیزای عملی در دنیا شده تو نیست که افغانستان تکرار شده باشه مثلا یک چیز شده در یونان ولی, ولی از جلوی بانک های خصوصی از جمله بانک شما هزاران نفر صف بسته بودن بله و اینا پول خودشون رو می‌خواستن خیلی میخواستن می‌خواستن پولشون رو بگیرن برن از افغانستان بیرون نه no. این پول در اختیار اینها قرار نمی‌گرفت بله بیخی گپ شما معقول وقتی که ما براتون گفتیم که انقلابات میشه یا تحولات میشه ای تو هست که لین استاد میشه درست وقتی که در افغانستان تو تحول بزرگ وجود آمد به پیش روی زی بانک روزانه اضافه از 100 هزار نفر استاد بود اضافه از صد هزار نفر سر تا افغانستان نه در تنها بانک پیش روی با قسمت شعبه مرکزیش یعنی یک سر بیروبار مردم در مسجد یا یعقوب بود و یک سر دیگه شون ده چارای زنبق یا وزیر اکبر بود. امی جادایی تو مکمل پر بود از مردم و مردم هم مردم هم. بعضی بیچارا از چهار صبح نوبت میگرفت. بعضی شب میخوابیدن. شب خ... میخوابیدن. و اینا هم به خاطر ازی از که و بانک کی فیزیکلی میتونست تقریبا د حدود 3000 تا 4000 نفر اینا سرویس کده میتونست در روزه از 3000 تا 4000 نفر اضافه اینا سرویس هم کده نمیتونست هم شعبه مرکزی شد دیگه وقت از زی بانکی با داشتن دو میلون کستومر دو میلیون مشتری یعنی سامو ساده زارم که میام دیار دو ساده زارم یعنی تقریبا ده بیس فیصد مردم بوده از چیشان. ای هر کس حجوم بودن به خاطر بس. اما امروز اگر ببینید یک نفر هم در دروازه یک بانک استاد نیست خیلی از مشتری های شما شکایت دارن میگن که اون مقدار پولی که باید در اختیار اونها قرار بگیره نمیگیره مثلا طالبان محدودیت 200 دلاری یا 200 دلاری رو برداشتن یعنی به اونها اجازه دادن که از بانک ها بیشتر برداشت کنن ولی وقتی اونها به بانک مراجعه میکنن پول بهشون داده نمیشه تونس کې که سیبیا به بانک او بانک ورای جوړول نته خو البته ته یګلمت وای غندوزه اگر بيبینې کونیم یو سال او تقریبا یو سال نو مو پيشه یو سال ا مو وخت کې حבי تعال د افغانستان اوت بل خصوص به پېشوري ازي بانک په صدها هزار نفر بودن په خاطر دي کې مشتری ازي بانک مساوی با تمام مشتری های دیگه بانک ها تقریبا دو میلیون مشتری بانک داشتند بله. اگر امروز ما ببینیم از او هزار نفر که استاد یا مردم لین میگرف یا مردم بدار میکد یا چی بید مثلا بعد از یک مدت زمان بسیار کوتاه در ظرف سه ماه چهار ماه و او آمد برای بسیار یک تعداد محدود بالاخره و امروز در پشت سر دروازه یک نفرم استاد نیست. خو یک چیز ما میخوایم که به تمام با سم و به گوش تمام مشتری که در زی بانک و در بانک اسلامی مسئولیت دارم ما منعی سهمدار همی دو بانک یک واده را میتیم برای تمام مشتری خود که یک افغانی و یک دلار هیچ مشتری ما در این بانک نمیمونه و یک افغانی و یک دلار هیچ مشتری متلاف نمیشه این را به بسار سربلندی و بسار افتخاری را میگویم که در بسیار چند تقریبا در حدود سه چهار ماه آینده شما نخواد بین ما هیچ یه هیچ نخواد داشته باشیم به خاطر هرقدر قدر پول اگه میگیره اگر یک میلیون دلار هم داشته باشه میتونه یک میلیون دلار خود بگیره و اگر یک دلار داشته باشه و اگر هرقدر قدر پول خود بگیره و عالم تقریبا در حدود یعنی از او پیسی که سرمایه گذاری کرده بود بانک یا تقریبا مردم در مجموع تقریبا اضافه از 70 فیصد پول خود مردم گرفتن یعنی کسایی که حساب داشتن در عزیزی بانک 70-80 درصد مردم پول خودشون رو پس در مجموع از تمام پولی که در اینجا دپازو شده بود شاید به یک نفر یک نفر شاید سی فیصد پی، بیست فیصد پی خدا گرفته باش چون مبلغ از زیاد بوده باشه یک نفر یک سال پیش مکمل پول پول خدا گرفته مثلا درست از مجموع پول دپازت شده یکی که در عزیزی بانک و بانک اسلامی بود تقریبا در حدود افتاد فیصد مردم پول خدا گرفتن بله و این متواقی هم در ظرف یعنی سه 4 ماه آینده در ماکسیموم ماه آینده هیچ چیزی خاطر وجود نداشته باشه یعنی امیلمتره که حتی بانک مرکزی وضع کرده که حالی مثلا او را دو چند ساخته مثلا امیل می ما در نظر نمی گیریم و می خواهیم هر مشتری که هر قدر پول خود می خواهید در ملاحظه بگیره که بگیره حقوق کارمندان دولت الان یعنی معاش معمورین دولت از طریق بانک شما پرداخت میشه افرادی در بانک شما حساب دارن که اینها مقام های دولتی هستند به احتمال خیلی زیاد شماری از کسانی که در بانک های شما حساب دارن اینا در فهرست سیاه بین المللی هستن این مشکلی برای بانک شما ایجاد نمی کنه؟ ببینید در عزیزی بانک و بانک اسلامی هر دوی از اینا قبل از امید تحول که در افغانستان آمد اینا اکانت های وزارت ها در اینجا بود که باید که از این طریق ماش مردم بود و بعد از این تحولی که آمد کدام یعنی حکومت طالب هم کدام تغییر ناورده که از یک بانک گرفته باشه و به دیگه بانک داده باشه و یا کارمندای کارمندار یا یک وزارتخانه و دیگه وزارتخانه به دیگه بانک داده باشه همون چیزی که از قبلا بود اما در حالت خود است شاید چهره ها و نفرها فرق کرده باشه که اشخاص شاید فرق کرده باشن به حساب ماش اما ماشی تو یک چیزی نیست که او در اونجا کدام اکاونت تجارتی یا کوم تخ... چی داره او یک لیست می باشه که امول لیست که از طرف پول از اونا از طریق وزارت مالی و به افغانستان بانک ترزیخ می به بانک و امول لیست که از طرف وز... وزارت خانه داده میشه شه دو... وزارت ها امو ماشین ایتیم هسته که امو پولای خود ماش خود از اونجا می گیره درست دغه ما د فکر نه میکنم چې دا انجه چیز سیاو وي یا یو چیز کریمینال وي یا یو چیز غلط باشه با خاطر ازي چې اصلا امی یی اک سہولت خوبسته کیره اګه جابه جهانیوم باشه اګه امریکا سګه اروپا سګه داخله افغانستان یی چې ماش عزیزی بانک میتونه د عین زمان مثلا به چند سی چند 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 چن صد هزار نفر د عین ما ماش ش د شرایط کشور میرسونه یک کار خوب است به او کشور هم به مردم به هر کس من اینه که آیا کسانی هستند که در فهرست سیاه سازمان های بین المللی باشند و در بانک شما حساب داشته باشند؟ ما فکر نکنیم که تو چیز باشه درست از مقام های طالبان کسی در بانک های شما حساب ندارند؟ ما فکر نکنیم خب حالا آیا درخواستی بوده آیا مثلا بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان هست یا مقام های طالبان موردی رو مجبور کرده باشد که شما در بانک خودتون انجام بدید نه ما تو بود که ما حقیقتش ما, ما یک کسی هستیم که در زندگی خود مدروع نگفتیم و یا کام تومت و یا کام اتحام از هر کس در زندگی خود موارد نکردیم چیزی که ما به چشم سر خود دیدیم شخصا خود ما امید تمام زندگی ما یک قسم تیر شده که ما هیچ کس در می بیس سالم که سال دو رفتیم ما وابسته به با هیچ کس نبودیم و هیچ خدا وابسته به با هیچ شخص نکردیم و در مسائل سیاسی ما خود در انوال هم نبودیم اگر آقای کرزای رئیس جمهور بودک و یا آقای شفانی رئیس جمهور بودک یا کد چیزی ما کدام مناسبات خاص شخصی و یا کدام چیزی نداشتیم به امرای زین مردم بین شکل به امروی امی حکومت طالب ما هیچ نو شناخت و ارتباط و مناسبات و یک رفیق و یک شخص شناخت بین امی حکومت بین امی طالبا هیچ کس نبود در دسامبر سال یک دسامبر سال دو هزار ما امی احساس کردیم که اگر ما به افغانستان نریم به افغانستان داریم خو امی ارد... امی بانک های عزیزی بانک و اسلامی بانک در حال از بین رفتن است ما در تاریخ در تاریخ خوب باید داریم در تاریخ 16 یا عبده ما تلفن کردیم با آقای ملاسوی دریس رئیس بانک مرکزی رئیس بانک حکومت بانک مرکزی حکومت بود تالب. و گفتیم که ما خودم معرفی کردیم براشم که ما عزیزی هستیم و میخوایم که بیایم به افغانستان و آنها به بیشتر گرمی و خوبی است. دم تلفن بیشتر کلمات خوب گفتن که از آرده فهم می و ما رفتم به کابل. دم ای هوایی از ما خوب استقبال کردند. و ما رفتم اول به با بانک. از آزادی بانک بسات یازده به جای یازده و نیم به ما رفتم به بانک مرکزی. در بانک مرکزی که ما رفتم دم اونجا آقای دریس رئیس دیوانسان بانک بود. معاونش بود و یک دو سه کارمندای حکومت قبلی هم که اینجا کار میکنند و اونا هم موجود دارن و اینا ما یک چیز برای اینا گفتیم که ما میفهم مشکل این متعاولات ای مشکلات می در کشورا ولی مردم کلگی بر میشه مردم هم ملامت نیستن پول ازشان شان در بانک هاست و مردم بیچاره بر میشه و جمعه میاره به طرف بانک ها که پیسی خود بگیره وقتی که بانک ها در اینجا پیسه نداشته می باشه ولی پیش ازی دفتن بانک مرکزی پول فیزیکی را می اختیار بانک ولی مشکل شما ای است که شما پول فیزیکی ندارین yes. اما چیز پیسه که تا داشتین و پیسه شما قید شد ما ای تو است که در قسمت ما هم کاری می کنیم به امراه دو بانک بانک عزیزی و اسلامی که اینا باید بتانه به با مشتری خود پول بده و صرف ما ما که به کارمندای ما با کارای ما با می کسایی که در اینجا کار میکنه در هبری بانک قرار داره در دا منجمنت بانک اینا هم اگه تحصیل یافته و مردم های رو مردم های هستن که یک بانک اصلا اساس یک بانک دو چیز تشکیل میده یکی پرسونالش و دویم تکنولوژی درست ولی ما گفتیم که اگر این ما فرار کنه ما امی بانک هر چقدر پیسه داشته باشه این بانک سخود میکنه به. ولی مهم این بانک هم س.. چی چیز هم پس کلانترین سرمایش هم پرسنلش هست که مردم های تجربه داره تجربه دارد دیدن. تو همه چیز ها را دیرش ترسیدن که دیم ما برخورد نیک و خوب شد ولی تا دو سال تیر شده که ما کدام شکایت از کارمانده خود از طرف دولت اسلامی از طرف امارات اسلامی رو مکام شکایت نشنیدیم کام چیز ما نشنیدیم شما در امارات متحده عربی شرکت خیلی موفقی رو دارید پروژه های خیلی بزرگی الان دارید انجام میدید بزرگترین پروژه که شما در امارات به بهره برداری رسوندید چی بوده در امارات متحده عربی تو بود که سال 2007 یک مفکوره در سرم پیدا شد که ما باید بعضی چیزها را در این کشور هم جور کنیم بخاطر از اینکه ما زیاد زندگی خود در اینجا تیر کردیم ما ما از خوردرکی در اینجا کلان شد و یک ما هم یک فرض خود می دانستم که یک چیز یاد یک یادگار و یک تاریخ در اینجا جور کنیم ما سال 2007 بعض زمین ها را گرفتیم و در سال 2008 نقشه های زو جور شد در سال 2008 تو وقتی که نقشه های جور شد مردم ما او را به فروش ماندیم وقتی که به فروش ماندیم مردم یک میلیارد خریداری کرد از پیش ما یک میلیارد درهم درهم مرد بعد از و مردم صد میلیونی از این پیش پرداخت کرد با در اید بود در سال 2008 یک ما بعد از اگه گلوبل کرایسیس یا بحران اقتصادی, بحران اقتصادی, بزرگ اقتصادی این که آمد ما فکر میکردم که یک ما دو ماه سه ماه, ماه شاید خلا شد خلاش شد همایی تو بدبختی شد که ما فهمیدیم که این بدبختی سالها دوام میکنه در سال در 2009 د ماه فبروری ما تصمیم گرفتیم که تمام مشتری خود بخواییم همی پولی که با ما داده همی پول ما پس برایشان بدیم و ای اولین شرکتی بود در امارات که پول مردم پس مسترد کرد و به دولت امارات دولت دوبای میفهم. میفهمم و رهبری دولت هم فهم بالاخره ما کنستراکشن شروع نکردیم و در سال 2014 بار اول امو زمین که ما در سال 2007 گرفته بودیم سر جور کردن از اون کردیم درست او زمین که ما سال 2007 گرفته بودیم در 2014 و 2015 او را جور کردیم او تحویل به با بحر بارداری کردیم تقریبا 22-25 بلدنگ بودک در یک منطقه بنامه الفرجان وبله اخره چن دو پروژه ده امی پالم ک جزیره مصنوعی ک شبیه نخله بله دو پروژه ده اونجا تاهیل د چنین پروژه ده شهر وبله اخر یک پروژه کالونی دی غوت ک به نوم عزیزی ریورا ی تقریبا در ودود 18000 اپارتمان هست ک 73 بیلڈنگ است وایی پروجا تقریبا سال گذشته په بهره ورداري اوماده شو مېاله هم هر مهور توزیع زو به مشتریان روان استه کې د یو موسمه اندوره مکمل به مشتریان توزیع میکنه درست هی چیزای بود کې ولی ای تو دوبل دنګ او سی بلډنګ او څور بلډنګ ده ځای مختلف ځای جوړ کړم ولی بزرگترین پروجای ما کې میاه درینجا در, در دبي یک د سه پروژه بسیار بزرگ است ک دا هی سال را و را موافسته کو نمو او را شروع به کار میکنیم یک پروژه است ک ما برام عزیز ونس هی یک پروژه است ک تقریبا د در نزدیکی مکتوم ایروپورت هی یک بزرگترین پروژه است ک د انجا 100 تاور اول او د اونجه برده میشن و سر تاور بالای او جور میشه یعنی شما یک منطقه رو میخواید شبیه ونیز درست کنید یعنی آب باشه و بعد روی آب برج ها قرار بگیرن بالای آب قرار داره سرکا برای شرفتا ولی که از یک بلدنگ به بلدنگ دیگه هم از طریق موتر رفته میتونه هم از طریق کشتی آه. یعنی از یک ساختمان به یک ساختمان دیگه شما میتونید با قایق برید با قایقای بزرگ یا کوچیک کشتی و همینطور با ماشین میخواید دارید. آه. شما یک پروژه رو شروع کردید که 16 میلیارد دلار قراره که روش سرمایه گذاری کنید این جزء همون پروژه است یا نه. اون یه چیز دیگه است نه این پروژه که هست که این پروژه که مالی را گفتیم این تقریبا تمام سرمایه گذاری از این پروژه که همین عزیز ونس که هست این پروژه است که تقریبا تمام سرمایه گذاری از این در حدود یعنی بین 25 تا 30 میلیارد در هم است یعنی تا حدود 8 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار پروژه دومی که هست که او پروژه که 50 هتل پنج ستاره دار در شهر دبی ما جور میکنیم با ساخت با همراه یک هتل از اف ستاره که او سرمایه که دو بخش میشه تقریبا دو میلیارد در هم است که یعنی معادل با 15 شانزه میلیارد دلار است این پروژه دومی ما در شهر دوبه پروژه سیومی که ما میخوایم دمی جاده شیخ زاید ما یک بزرگترین تاور را جور میکنیم که او تاور دومین تاور دنیا خود باشد یعنی شما از لحاظ ارتفاع برج بلند دنیا رو در کنار همین شیخ زاید بسازید خود جاده شیخ زاید در جاده شیخ زاید بخواهد در این جاده شیخ زاید و چی است اسم این برج چه خواهد بود اسم این برج خو ما تالی فاینل هم نکردیم خود شبه عزیزی باش باشه, باشه که عزیزی تاور باشه ماه رمضانی که گذشت شیخ محمد بن راشد حاکم دبی طرحی رو اجرا کرد به نام یک میلیارد بسته غذایی برای گرسنه‌ها شما یکی از بزرگترین حامیان مالی این طرح بودید درسته بله چقدر کمک کردید به این طرح 100 میلیون صد میلیون درهم صد میشه چقدر دلار تقریبا 29 میلیون دلار 29 میلیون دلار خیلی ها توقع داشتن که شاید این کمک ها در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره ما زاده افغانستان هستیم ما هم مردم خود دوست داریم کشور خود دوست داریم و ما راستی افغانستان بسیار دوست داریم و یعنی در افغانستان ما در ماه رمضان برای یک میلیون انسان در اونجا ما نانگرم توضیح کردیم برای تقریبا 20 هزار فامیل مواد خشک غذایی که در اونجا آرد، برنج، روغن، ایچیزا بود توضیح کردیم و ما یک پروگرام داریم در دا افغانستان نمیال دیزینر ما کار میکنم و در شهر کابل 350 جریب زمین دارم زمین شخصی که ما به 25 میلیون دلار رو, رو خریدیم قبل از آمدن حکومت طالبا ما 25 میلیون دلار رو, رو خریدیم این 350 جریب زمین ما قبلا تصمیم داشتیم که یک شهرک جور کنیم در اونجا و ما حالی از مشارک شهرک تیر شدیم که ما اون شهرک جور نمیکنیم در اونجا سی چیز ما جور میکنیم یک یک شفاخانه بسیار مجهز تداوی سرطان آه یعنی میخواد یک بیمارستانی باشه که به سرطانی ها کمک بکنه و بعد فری و مجانی, مجان. یعنی مجان. یعنی پول نمیخواد بده دومش یک شفخانه زایشگاه که بسیار خانم ها این تو هست که در زمان ولادت اینا جان میته و از اونجا جهت اقل مزم... چی اما یک سهولت برای خانما باشه به خاطر امی مسائل ولادتشان و در این زمان یک یتیم خانه ای که با داشتن ده هزار اطفال که در اونجا مکتب، تداوی، صحت، لباس، همه چیزهایی زود در نظر گرفته شد یک مرکز ایران میخواییم جور کنیم و ما از اینجا نه از امارت اسلامی که در افغانستان از ما نه کدام زمین میخوایم نه کدام میگویم که تو با ما کدام کمک کو یا که زمین بتی چیز ما با من زمین خود جور بکنیم و برای زی ما صد میلیون دلار ما تخصیص دادیم بودجه دادیم که صد میلیون دلار ما برای سی چیز ما با مصرف میرسانیم دیگه ما او کشور ما از یاد نبردیم ولی در اینجا ما راستی هم در ماه رمضان 100 میلیون کمک که برای محترم شیخ محمد بن راشد با او کار خیریه از او که برای یک میلیارد انسان نان بتا او خیرات از او یا کمک از او برای شهر دوبای نبود او برای پینجاوی کشور مسلمان مردم غریب پینجاوی کشور مسلمان بود که در او جمله افغانستان هم شامل بود یعنی ای تو نبود که او, او چی بود ولی ما چون دمی جامعه هستیم دمی کشور هستیم در دوبای در اینجا کار میکنیم در کار خوب از اینا باید ما باشیم در کار در, در کارای که در اینجا بخیر انسان باشه بخیر چرا نه؟ درست. از این که ده چند از این ما میخواییم با امروی کشور خود کردیم و میکنیم درست خوب در 20 سال گذشته کارهای خیریه در افغانستان چقدر کردید که شرایطش هم مساعد بوده ما بسیار کارا رو در اینج کشور خود کردیم ای تو هسته که یکی از کارهای خیریه ما ای بود کار خیر ما که به صلاح همین خود همی ساختن اینورستی آمریکایی را که ما ای را تمروز اول میتونستم که به نام خود جور کنم یعنی دانشگاه آمریکایی کابل رو کابل شما مدت ها رئیسش بودید ما چرمان ازم بودیم ما میتونیم ما او رو از او رو تاسیس کردیم ما او محسس از او بودیم او رو جور کردیم به دستای خود ولی ما میتونست در روز اول ما ای رو به شخصی خود بسازیم و ما از او تجارتی ببریم ولی تا جای که آدم میاد همسر رئیس جمهوری آمریکا هم حدود 20 میلیون دلار به این دانشگاه کمک کرد یعنی این دانشگاهی بود که شما ایجاد کرده بودید ایران ما ایجاد کردیم ولی که به خاطر ازی که شخصی نبود ما می که نه تنها با بر کمک خود ما فاند و کمک دیگر مردم ما و دنیا را جذب کنیم که از جمله کمک خانم رئیس جمهور آمریکا بود که 20 میلیون دلار کمک کرد دیگر مردم کمک کرد یعنی بسیار مردم دو کار کمک کرد مال ما در ساختن ای است که با ما با سپانسر بسیار شاگرداش شدیم در افغانستان که ما اونا روان کردیم به با کشورهای مختلف مثلا پای پول تحصیل زور دادیم دروس. مثلا در دا داخل افغانستان به بسیار کسایی که در پانتونای کابل درس میخوانند مثلا چی سکالرشپ از اونا رو ما به دوشک خود گرفتیم یا بسیار به مردم مثلا مواد غذایی توضیح کردیم ولی زیادتر این بود که در پرده تلویزیون یا رادیو یا چیزا از او استفاده نکردیم و خدا رجات رکلام نکردیم درست, درست. من وقتی پروژه های بزرگ شما رو در دوبه می‌دیدم، این نام‌ها خیلی برام جالب بود مثلا یکی از ساختمان‌های خیلی عظیمی که به بهره برداری رسیده و روی این جزایر مصنوعی هست اسمش هست مینه این نام ها از کجا میان؟ این تو هست که راستی این ب... ای نواسیم هست که مینه این دختره که به سر کلان هست دیگه به اسم نوی شما هسته. نواسی نواسیم دیگه او اولین نواسه می بودک و ما امی تامیر در اون جای بهترین موقعیت دوبای بود دا بهترین جای که دو طرف از او با بحر وصل است دیگه ما امی تامیر برای ساختیم چند تا ساختمون دیگه هم هست که اسم های خیلی زیبای دخترانه آم. داره سامیه آم. و سامیه فرشته, فرشته و... و شایسته شایسته این ها این ای تاورا کسی هم برای دخترای مسته این هیچ, هیچ ساختمونی ای رو به اسم پسرها تونم کردید؟ بنام از ساختیم <تصفيق> 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 درست جالب شما در نهایت گفتید که میخواید بلندترین ساختمان دنیا دومین ساختمان بلند دنیا رو بسازید دومین برج بلند دنیا رو بسازید در افغانستان در کابل برج های شما بلندترین برج های پایتخت هست و الان هم اینجا هم ساختید میخواید به کجا برسید واقعیت تو هست که ما وقتی که با 500 دلار بزنس شروع کردیم بعد از گذشت دو سال ما یه پول پیدا کردیم که اگر ما هیچ کارم رو نمی تمام تمام زندگی ما کفایت میکرد اما واقعیت تو است که ما عالی نیست که ما کدام گول مانده باشیم کدام تارگیت مانده باشیم که ما باید ما باید اینقدر قدر زیاد پول پیدا کنیم نه ما ایتو هست که راسته حقیقتش تو هست که دمی بزنس وقتی که همی میلون اول پیدا میکنی با مشکل پیدا میشه باز اگر یک میلیارد دلار پیدا میکنی با مشکل پیدا میشه یک تایم میخواه باز که یک میلیارد پیدا کنی در سال دو میلیارد سه میلیارد جور کنی بسیار آسان است بسیار ساده چرا دمو وقت دمو لیول میرسی که رقابت آه, کسی که رقابت داره با امرای تو بسیار محدود کسا میشه درست اگر یک بلدنگ یک صد نفر میخره باز اگر ده بلدنگ باشه باز ده نفر میشه و اگر دو صد باشه او چار نفر میشه و اگر 500 صد باشه او یک یا دو نفر میشه دیگه با مو درجه یا معاید از هم از اون بزنس و تجارت هم بلندتر میشه خو مو زوق او علاقه ماندی استه که ما کار کوم ما ده کار مو بسیار خوش هستیم ما علاقه ماندی استه که ما س یک تقریبا یک موبات ما فعلا در کار خود دبي موافق هستیم و ما علاقه ماندی استه که یک موبات مو ما اس کشوره خارجی شروع میکنیم اولین کار مو گل مو انگلستان استه یعنی هدفتون این هست که در انگلستان هم کار ساختمان سازی رو شروع بکنید ساختن برجای بلند آه. در یک مباد یک ماه دو موبات دفتر خود در اونجا ما چی میکنیم تنظیم میکنیم و در خود در مرکز در قلب لندن میخوایم که سه چهار تاور بلند جور کنیم و با شکل وقتی که در لندن شروع کردیم با شکل در پاریس در دا دالمان آلمان در دا کشورهای مهم اروپایی و در آمریکا، در استرالیا، در کانادا و ما میخوام که ای تو تاریخ بسازیم که نه تنها اما نواسای ما افتخار زیر کرد بلکه هموطن ما هر افغان ما که در او کشورها هستن و زندگی میکنه یا میره یا ای خو ما دنیا میریم ولی صد سال آینده جنریشن بعدی بعدی افغان که میایی در او کشورها میره هم سر از افتخار کنه که یه یک وقت پینجا سال پیش یک افغان ما را ساخته بود یا صد سال پیش ای افغان ما ایره ساخته بود ورمو یوګ ما یو افتخار وشو وایي چې زه ما ایرام عملی میسازم د ژوند کې خود ما هر به هر چيزه کې چې تصمیم ګرفتیم مو راعملی ساختیم د هیڅ چیز د هر تصمیم کې ما بارها افیدیم ولخستیم به و هدف خو راسانده وایي د دې ای کار مو عملی په دنیا کې راثبت میسازم چې ما افغانم ولې ما میتونم چې بلندترین ټاور را خوبترین جای از بهترین میلیاردرهای آمریکا و یا اروپا که ما هم ساخته میتونیم و از که بهتر و با کوالیتی بهتر و در شهرهای بهتر. آقای عزیزی خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو ما گذاشتید.